سلامی دوباره خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه، جیباتون پرپول و سلامت باشید. امروز تاریخ 26 اسفند ماه سال 1402 و این ویدیو رو در حوالی ساعت 5 داریم براتون تهیه میکنیم از میدون شهرداری رشت. بله، بالاخره میدون شهرداری براتون ویدیو داریم میگیریم، قرار قدم بزنیم اینجا، کیف بکنیم و یکی از میدونهای خوب محبوب حتی برای به قولی کل ایران، هر کی میاد رشت دوست داره که تو میدون شهرداری قدم بزنه به خاطر معماری واقعا زیبایی که این محیط این میدون داره. حالا ساختمان‌های مختلف که دور تا دورش هست که بهش میپردازیم چیان و به چه سبک معماری درست شدن و خب چه برسه دیگه مردمان خود رشت، همه تو کل استان‌های ایران به این شهر و این محیط خیلی علاقه دارن. ما تصمیم گرفتیم اینجا قدم بزنیم، یک محیطیه که در کنارش بازار هست، قبلش سبز میدونه و مردم اینجا میشینن با هم دیگه صحبت میکنن، تغذیه میخورن یا کافی میخورن و خرید میکنن و به قولی اوقاتشون رو سپری میکنن. خیلی هم آرامش بخش واقعا قدم زدن اینجا و حس فوق العاده ای میده و خیلی بانظم هست، هر گوشه صندلی خودشو داره و مردم میتونن بشینن، کیف بکنن، چای بخورن و با هم دیگه صحبت بکنن. خیلی قشنگه واقعا. جلوترم میخوام به اطلاعاتی که از این میدون از این لوکیشن وجود داره براتون بگیم، حتما با ما همراه باشید و در انتها نظرتون رو برای ما کامنت بکنید، اینجا خاطره دارید آیا یا خیر و اینکه اگر تا اینجا ویدیو لایک نکردید حتما این کار رو انجام بدید چون که قراره کلی به اون خوش بگذره تا انتهای این ویدیو و اگر دوست داشتید میتونید این ویدیو رو به دوستانتون هم معرفی بکنید، مخصوصا دوستای شمالی خودتون. این میدون با سبک معماری اروپای شرقی مربوط دوره پهلوی اوله که در دوره قاجار به دلیل وجود امارت دیوانی رشت به میدان درب دیوانی مشهور بود. این میدون که امروزه به یاد شهدای سرپل ذهاب نامگذاری شده در تاریخ 26 آذر 1356 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده و الان هم همه به میدون شهرداری میشناسنش با همون نام قدیم خودش. و جالب توجهی که الان هم بعد از 75 سال هنوز هم مقر شهرداری رشت در همینجا هستش. فوق‌العاده شهر شادیه، فوق‌العاده این لوکیشن شاده، مردم میان اینجا گیتار میزنن، کیف میکنن، قدم میزنن، پشو بش میکنن و اموراتشون رو میگذرونن. واقعا ما ایرانی آدم های شادی هستیم، به خصوص گیلانی ها و اینو حتی از سبک پوشششون میشه متوجه شد و که چقدر لباس های رنگی میپوشن و واقعا آدم های مهمان نوازی هستن و از نظر فرهنگی هم که واقعا جز تاپ ها هستن و همیشه این اثبات شده. در کل که این میدون و ساختمان‌های اطرافش رو به سبک نئوکلاسیک و برگرفته از معماری خیابون نوسکی شهر سن پترزبورگ روسیه ساخته شده. تندیس‌های زیادی هم وجود داره از مشاهیر گیلان هستن و از بزرگای گیلان که به قولی در تاریخ گیلان اسمشون خیلی تکرار میشه و شنیده شده. مجسمه زن شالیکار، پیرمرد دوچرخه سوار، مردان ماهیگیر، کلا این سری مجسمه خیلی خوب گذاشتن اینجا که نماد استان گیلانه و این خیلی خفنه واقعا. برد شهرشون رو دارن معرفی میکنن با وجود این مجسمه ها و هیچ چیزی از این قشنگتر نیست که بتونیم با چیزهایی که میتونیم داخل شهر شهرداری در نظر بگیره و نصب کنه فرهنگ اون شهر رو انتقال بده. تندیس مثلا مجسمه میرزا کوچک‌خان اینجا وجود داره، تندیس قدیمی ترین عکاس شهر و خب اینا همش واقعا جالب توجه. آب نما داره، کلا یک محیطیه که به قولی
پیاده‌روی درش خیلی لذت بخشه و هر قدمی که اینجا میزنیم یه چیزی وجود داره که ما رو مجذوب خودش بکنه. حالا یا میتونه مجسمه باشه، یا میتونه بنا باشه، بنای قدیمی باشه، یا میتونه بازاری که دور این محیط شکل گرفته باشه و خیلی واقعا خیلی قشنگه.
ساختمون پست رو داریم اینجا که خیلی قشنگه، معماریش فوق العاده است. ساختمون قدیمی هتل ایران رو داریم که اینا همشون یه دوره آسیب دیدن فکر کنم توی زلزله سال 69، حالا بعدا درست شد و تمام این بناهایی که توی این میدون قرار داره برمیگرده به پهلوی اول و در زمان رضا شاه پهلوی. حالا اینجا ماشین های برقی هم گذاشتن این بازار تهران که سالمندو بتونن باهاش رفت آمد بکنن، پاشون خسته نشه. هر ساعت که داریم به ساعت 6 نزدیکتر میشیم اینجا شلوغتر میشه و الان در ایام ماه رمضان هستیم و خیلی ها معمولا بعد از افطار تازه میان بیرون و پیاده روی میکنن. همه ما تصمیم گرفتیم که توی نور براتون اینجا رو ویدیو بگیریم. شب اینجا هم خیلی قشنگه، نور پردازی میکنن و تمام این چراغ ها روشن میشه، میدان شهرداری روشن میشه، ساختمونایی که بناهای قدیمی که اینجا وجود داره همش روشن میشه و یک جلوه خیلی زیبایی میگیره اینجا. اما خب دوست داشتیم که این مقدار توی روشنایی ببینیم اینجا رو. خب دوستان، من دیگه تنها تو میذارم تا ادامه ویدیو رو بدون گزارش من نگاه بکنید، برای اون دسته از عزیزانی که دوست داشتن بدون صدا ویدیوها رو تماشا بکنن. فعلا خدا نگهدار.
نه خیلی بیت چهار ست.